من که گفتم هر کدوم که بیان بدبخته. که هنر کردی؟ راست میگی؟ بگو نظام باز چه کار کنه؟ شما استراتژیستی از من میپرسی؟ تازه من خودم میترسم از شما پرسم، چون میدونم در جا میگی مقام عظمت دستش ببره بالا تو آسمون محکم بزنه تو سر خودش. زنبور ناکس، بدبختی عظما انتخاباته، اونم با ترس فتنه، وگرنه خب شیرین رئیسی رو از تو صندوق میکشید بیرون، ولی ترس داش مرگره. ولی این خیلی بدنامه آی دکتر، آخه مقام عظما این برگا چیه که رو میکنه؟ برای نظام خوب نیست. حالید نیست؟ مگه کاندیدا مثلا صف کشیدن از ترون تا کرج که از توشون یکی رو انتخاب کنه بکشه بیرون؟ بدبخت از بیکفنی زنده است. خیلی میترسم آی دکتر. 88 یادتونه؟ نزدیک بود. صف کن میرم، نمیخواد از این حرفا بزنی ناکس، زودی سوالات رو ردیف کن تا یه خاکی تو سر مقام عظما بریزیم این وسط. آی دکتر خون سرد باشی، قربون برم، هر وقت عصبانی هستی چای سرد با لیمو بخور. من امتحان کردم هیچ تاثیر نداره ولی کلاس داره. ببخشین این بدبختی ها مگه میذارن آدم حواسشو جمع کنه؟ در خدمت ابر استراتژیست نظام هستیم با انبوهی بدبختی. آی دکتر یه مزنه ای از موقعیت نظام به امت همیشه در صحنه بدین. نظام کجاست؟ کجا میخواد بره؟ امت همیشه در صحنه چه کار کنه؟ قربه برم، وقتی مقام عظما رو اره نشسته که نمیتونه بره جلو، نمیتونه بیاد عقب، این بحثا به چه درد امت همیشه در صحنه میخوره؟ گرفتی برو سوال درست درمون بپرس. قربه برم، وقتی که مقام عظما رو اره نشسته که نمیتونه بره جلو، نمیتونه بیاد عقب، خب این بحثا به چه درد امت همیشه در صحنه میخوره؟ تو هم گرفتی برو سوال درست درمون بپرس. آخه ما هر چی میگیم شما یه چیزی میگین و دوباره حرف خودتون رو میزنین. شده حکایت شلوار خریدن دیروز من. اولی رو پوشیدم، یه هوا تنگ بود، فروشنده گفت دو بار بپوشی جا باز میکنه. دومی رو پوشیدم، یکم گشاد بود، فروشنده گفت چیزی نیست، دو بار آب بخوره تنگ میشه. ناکس. بله داشتم میرفتم سر سوالات، یه سوالی به دستمون رسیده از فرمانده نیرو زمینی سپاه. اوه من یارو رو میشناسم، میدونم کیو میگی. یه بار که بهش گفت خیلی گاوی، اینم برگشت گفت به جا نمیارم. شما ما را کجا میشناسین؟ البته حرف خودش نیست، حرف مقام عظماست. گفته برای انتخابات باید یگانهای تکاور به ویژه تبدیل کنیم. نمیدونم من این چی هست. این که لو میده که جنگ آیه دکتر اینطوری بدتر نیست که داره رو میکنه این چیزا رو؟ حالا تو هم باید ده دفعه تکرار کنی. هر چی گفتیم بابا این چیزا رو کوچیک نشون بدیم شعورشون نکشید که این کارا رو بکنم. مرحوم بابوی همیشه میفرمودن بزن بهادور. عرض میکردم بله، میفرمودن که مشنگه میخواست خبر مرگ یکی رو به فک و فامیلشون بده، زنگ زد گفت بیاید فلانی یه کمی مریض شده بود، بردیمش سردخونه. روشن شد یا جلو در سردخونه باید قرار بذارم. برگردیم به انتخابات. این انتخابات نقش کارآفرینی داره. توی واویلای بیکاری یه قلم صنعت مدرک سازی فعال میشه. آیه مدرک ساختنشون بخوره تو سرشون که لو میره بیشتر کل نظام رو ضایع میکنن. مشنگی رفته بود اداره کار بگیره، کلی چاخان کرد در مورد تحصیلاتش. رئیس گفت تو زبان اسپانیایی هم بلدی؟ مشنگی گفت بله عین بلبل. رئیس گفتش خب یه کمی حرف بزن ببینیم. اینم هرچی اسم فوتبالیست بود ردیف که پشت سر هم، گفت ایکر کاسیاس، سرجیو راموس، ژاوی آلونسو. رئیس گفت خب به به باریکلا یعنی چی؟ اینم گفت یعنی آی رئیس از اینکه منو با حقوق خوب استخدام میکنی خیلی ممنونم. رئیس گفت حتما 100%، این که چیزی نیست. دوباره مشنگه گفت دانی کارواخال، یعنی انتخاب خیلی خوبی کردین. رئیس هم برگشت گفت قزنفر مظفر منصور رهبت. مشنگه گفت یعنی چی؟ رئیس گفت یعنی خر خودتی و هفت جد و آباده. روشن شد یا باقی بازیکنهای اسپانیا رو بیام خرجت کنم برای آیه دکتر؟ یه نامه داریم با اسم مستعار ار. ار ابراهیم رئیسی. البته چون اکیدن درخواست کرد اسمشون رو نیارم، منم اسم نیبردم. نوشتم میشه از اون نسخه‌های استراتژیکی که برای بدبختی های مقام عظما پیچیده بودین یکی هم برای من بپیچین؟ آخه مقام عظما کلکسیون بدبختی داره، من چه میدونم تو کدوم یکی رو میگی. آی برو بابوی همیشه میفهمودم بزن باهات. عرض میکردم بله،
میفهمودم مشنگی رفت داروخونه، گفت از همون شربتی که قبلا به پسرم دادین میخوام. داروخونه یه گفت اینطوری که نمیشه، باید اسمشو بگی. مشنگم گفت علی نقی. روشن شد یا بفرستمت بری داروخانه صاحب بدبختی بشی خودتا. آیه دکتر، علت این همه عقب جلو کردن سر کاندیداتوری همین ار چیه این؟ آخه اون زبون بسته که خودش عقب جلو نمی کنه، مشکل اینه که عضوا داره چرتکه میندازه. بالاخره که باید انتخابات و مهندسی بکنه، خب همینو بکشه از صندوق بیرون. به همین راحتی که نیست که، اعتماد این که 88 انگار یادت رفته. تازه اگه بیارتش نتونه از صندوق بکشه بیرون، اون وقت جانشینیش هم ضایع میشه، میره پی کارش. بالاخره همینها رو با مشاوراش باید بسنجه و تصمیم بگیره دیگه. دل نترس میخواد. دل نترس میخواد که نیست، از اون بیشتر شعور میخواد. که اینم نیست. آره، مرحوم بابی همیشه میفهمودن بزن بهادر. عرض میکردم بله. میفهمودن که مشنگه رفت داروخونه، گفت یه درجه تب بدین. طرف گفتش که دیجیتالشو دارم، اگه تبت بالا باشه زنگ میزنه. مشنگه گفت اه تلفن ما نه کجا داره که زنگ میزنه. روشن شد یا زنگو بزنم برات. آیا دکتر، حاجی روحانی چرا دوباره برای مقام عظما شاخشونه میکشه؟ آره، بعد 4 سال فضاحت و برجام و نافرجام و رفتن حاجی رفسنجانی و اوباما، درستش این بود که دیگه نطق نکشه. ولی ببین وضع عضوای بدبخت چیه که اینه براش دوم در آورده. اما خب تو گول جستشو نخون. مرحوم بابوی همیشه میفهمودن بزن بهادر. عرض میکردم بله. میفهمودن که خلوصه خالی بند بود، رفت دعوا، زدن همه پراش، کنده شد دیخ رو زمین. بهش گفتم بس دیگه تمومش کن، داغون شدی. گفت نه بابا، تازه کتمو کندم. روشن شد یا همچین بذارم که تو هم کتت کنده بشه بری وسط دعوا. آره دکتر، یه پیشنهاد سازنده دارم. تو این قحطی کاندیدای باشعور چرا شما رو وارد صحنه نکنیم؟ دلسوزانه میگم، با التزام قلبی به خودتون آید. بیشی ناکس، منو بخواهی بدی دم تیغ. التزام قلبی به عظما رو دیدیم چه به روزش آورده. آقا محمود یادته که بعدا چجوری زایش کرد. مرحوم بابوی همیشه میفهمودن بزن بهادر. عرض میکردم بله. میفهمودن یارو تو مهمونی جلو همه به رفیقش گفت تمام ثروتم فدای یه لبخند تو. رفیقش هم نامردی نکرد، گفت ناکس اول اون 50 تومن طلب منه بده، بعد زر مفت بزن. چی گفت آقای دکتر؟ یا به مقام عظما توهین میکنی یا به من میگی زر نزن. آخه مگه من بدی تو رو خواستم؟ توی انتخابات ما خواستیم تو رو کاسبی کنیم.